سلام بر همه دوستان و عاشقان ولایت امام علی علیه السلام. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه میهمانان گرامی، سال روز اتمام نعمت و ولایت امیر مؤمنین را به همه شما بزرگواران تبریک عرض می نماییم. در خدمت شما عزیزان هستیم با داستانی تاریخی واقعی قدیر خم. پس دوستان با هم سفری داشته باشه به سالیانی دور تا برایتان قصه قدیر خم را تعریف کنه. در روز 18 ذیحجه نزدیکی های ظهر بود که کاروان حجاج بعد از تمام کردن مناسک حج به همراه حضرت محمد به محلی به نام قدیر خم رسیدند. آیا دوستان می دانید قدیر خم به چه معناست؟ قدیر در زبان عربی به معنای گودال و آبگیر است و خم نام محل در منطقه نزدیک منطقه جحف است که در آن روزگار چشمی در آن روان و درختانی کهنسال داشت. قدیر خم در میان راه دو شهر بزرگ مکه و مدینه به نام جحفه قرار داشت. به دلیل موقعیت قدیر خم در زمان رسول گرامی، حاجیان شهرهای مختلف عربستان پس از انجام مناسک حج در این محل کمی به استراحت می نشستند و از هم جدا می شدند و به دیار خود برمی گشتند. ما آنچه نام این محل را در تاریخ اسلام مهم و به یاد ماندنی کرده است به آخرین سال حج پیامبر اسلام برمی گردد که آن سال حجت الوداع ایشان بود، سالی که تعداد مسلمانان در آن حج تقریبا به 120 هزار نفر می رسید. در روز 18 ذیحجه نزدیک های ظهر بود در مسیر بازگشت حجاج، ناگهان جبرئیل بر پیامبر نازل شد. و این آیه را تلاوت کرد. ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند. در پی ابلاغ این دستور، پیامبر دستور توقف کاروان حجاج را در منطقه قدیر خم دادند و امر فرمودند کسانی که جلو خطر هستند بازگردند و کسانی که با عقب مانده اند به اجتماع حجاج در قدیر خم برسند. و اینطور شد که به دستور رسول خدا همه جمع شدند.
همگان در انتظار شنیدن خبر بودند. چه اتفاق مهمی رخ داده است؟ که رسول خدا همه را برای شنیدن پیام در این صحرای سوزان دعوت کرده است. بعد از خواندن نماز ظهر بود که مردم شروع به درست کردن منبری از جهاز شتران، گله و سنگهایی که در دسترس بود شدند تا منبر درست شود. برای بالا رفتن رسول خدا، برای خواندن پیام و خطبه مهمی که مردم به خاطر آن در قدر خم جمع شده بودند. پیامبر اسلام در آن روز گرم سوزان بر بالای منبری از جهاز شتران، در حالی که حضرت علی علیه السلام در کنار ایشان قرار داشت، بالا رفت تا خطبه خود را برای مردم بخواند. پیامبر صلی الله علیه و آله در این خطبه با ستایش و حمد خدا شروع و حدیث ثقلین را بیان فرمودند. من دو چیز بزرگ و پرارزش را بین شما به جا می‌گذارم. این دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند. این دو یکی کتاب خدا قرآن و دیگری اهل بیت و خاندان من. مبادا این دو چیز گرامی را از دست بدهیم. سپس از مردم پرسیدند: ای مردم، آیا من از خود شما بر شما اولا و مقدم نیستم؟ خداوند ولی من است و من ولی مؤمنین هستم و من نسبت به آنان از خودشان اولا و مقدم می باشم. مردم پاسخ دادند: حضرت در ادامه فرمودند: خداوند ولی من است و من ولی مؤمنین هستم و من نسبت به آنان از خودشان اولا و مقدم می باشم. سپس در حالی که دست حضرت علی علیه السلام را بلند نمودند تا همه مردم ایشان را در کنار رسول خدا مشاهده نمایند، آنگاه فرمودند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره. دستات همه بیاد بالا بگه من کن تو مولا، هر چی میخواد بیعت بکنه با مولا دستش بیاد بالا، ایشاله دستت گره بخوره به دست مولا. فهازا علیون مولا خورشید و رو بله دعوت کردن، خورشید و رو بله دعوت کردن، با فوق عیدی هم بیعت کردن، دنیا ببینه کی جانشینه، دنیا ببینه کی جانشینه. من کنت مولا فهازا علی مولا، من کنت مولا فهازا علی مولا. هر کس که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خداوندا دوست بدار و سرپرستی کن هر کسی که علی را دوست و سرپرست خود بداند، و دشمن بدار هر کسی که او را دشمن بدارد. پس خطاب به حجاج فرمودند: ای مردم، حاضرین به غایبین این پیام را برسانند. هنوز اجتماع متفرق نشده بود که بار دیگر جبرائیل بر پیامبر وارد شد و این آیه را نازل کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ.
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آن که به گناه متمایل باشد اگر از آنچه من شده است بخورد بی تردید خدا آمرزنده مهربان است. آنگاه پیامبر فریاد برآورد: الله اکبر، الله اکبر، دین خدا کامل شد و پروردگار به رسالت من و امامت علی پس از من خوشنود گشت. دستا به همه بیاد بالا بگیر. من کنت مولا، هر کی میخواد بیعت بکنه با مولا دستش بیاد بالا، انشاءالله دستت گره بخوره دست مولا. فهازا علی مولا خورشید و رو گل دعوت کردم، خورشید و رو گل دعوت کردم، با فوق ایدی هم بیعت کردم، با فوق ایدی هم بیعت کردم. دنیا ببینه کی جانشینه، دنیا ببینه کی جانشینه. من کنت مولا فهازا علی مولا، من کنت مولا فهازا علی مولا. بگویید اهل سپس پیامبر دستور داد که مردم با حضرت علی علیه السلام بیعت کنند. مردم یکی یکی به حضرت علی تبریک گفتند و ایشان را امیر المؤمنین نامیدند. و از طرف دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادند تا ظرف آبی آورده و پرده‌ای بر روی آن زنند. امیرالمؤمنین علیه السلام دست خود را در ظرف آب نهاده و زنان در سوی دیگر پرده با قرار دادن دست خود در ظرف آب با آن حضرت بیعت کردند. یاد آوری می شود که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیه السلام در قدیر حضور داشتند و کلیه همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در آن مراسم حاضر بودند. در این مراسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمامه خود را که صحاب نام داشت به عنوان تاج افتخار بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشتند. مراسم بیعت با حضرت علی علیه السلام 3 روز به طول انجامید. همان طور که گفتیم این واقع چون در محل به نام قدیر خم اتفاق افتاد. به همین دلیل شیعیان روز به امامت رسیدن حضرت علی را عید قدیر خم نامگذاری کردند. کیستم من مسلمان قدیرم، غرق در بحر عنایات خداوند قدیرم، جز امیر المؤمنین نبود در این عالم امیرم، جز امیر المؤمنین نبود در این عالم امیرم، خاک پای اهل بیتم من مسلمان قدیرم، من مسلمان قدیرم. الله اکبر.